با اون زمان مثلا اصلا همچی چیز ممکن نیست، میسر نیست همچی چیزی. پس برای چی نشستی؟ بودو بهش بگو که منو طلاق میدی، بگو چون زینب فهمید که در واقع تو دلتو چی میگذره، اینجوری بهش بگو، خب بگو منو طلاق میدی تا خودش منو بگیره. بودو دیگه. اللهم صلی علی المصطفی مصطفی. زید پیش محمد رفت و گفت قصد دارد زینب را طلاق دهد تا محمد او را به همسری خود اختیار کند. محمد علی رغم میل باطنی خود به زید گفت نه زید جان، میدونی چیه، همسرت را برای خودت نگه دار، آخه در میان عرف اخلاقی عرب امروز عرب ها همچین بد میدونن، غیر اخلاقی میدونن کسی که با همسر پسر خوندش بخواد ازدواج بکنه. من حالا تو زنت رو برای خودت داشته باش، ببینم بعدها چه فکر میتونم به حالت بکنم. زید که میدانست محمد حرف دلش را نمیزند و برای رعایت ظاهر امر مبادرت به پاسخ منفی کرده، با خودش فکر کرد که از این به بعد صلاح نیست که زنی را که پیامبر خدا به او دل بسته است در خانه خود نگه دارد. خلاصه زید میرود و زینب را طلاق می دهد. بعد از این که زید زینب را طلاق می دهد، تا زمانی که زینب بعد از طلاق مجبور به نگه داشتن عده بود، محمد آتش خودش را با عایشه و دیگر همسرانش مهار می کرد. همین که زمان عده به سر رسید، یک روز محمد که در کنار عایشه نشسته بود گفت عایشه کجایی؟ بودو داره وحیم میاد، بودو داره به وحی میشه. سوره احزاب آیه 37. و تو با آن کس که خدایش به او نعمت داد نیکی کردی و گفتی زنت را نگهدار، و آن چه در دل پنهان داشتی الله آشکار ساخت، و تو از مخالفت و سرزنش مردم ترسیدی، ولی سزاوار است که از الله بترسی. پس ما هم چون زید از آن زن کام دل گرفت، او را به نکاح تو درآوریم تا بعد از این مؤمنان در نکاح زنان پسرخوانده خود که با تشریفات شرعی از شوهرانشان طلاق میگیرند اشکالی نداشته باشد و فرمان خدا باید انجام پذیرد. سوره احزاب آیه 4. الله در درون بدن انسان دو قلب قرار نداده، و همچنین زنانی را که طلاق می دهید
مادر شما به حساب نیاورده و همچنین پسرخوانده های شما را پسران شما ندانسته. این گفتار شما زبانی و خالی از واقعیت است و الله سخن به حق میگوید و شما را به حقیقت راهنمایی میکند. بله، محمد با آوردن این آیات از آستینش توانست تابویی را که تا آن زمان در میان عرف اخلاقی عرب حاکم بود بشکند و با زینب بدون هیچ دغدغه‌ای ازدواج کند. ولی مردم هنوز هم ذهنیتشان نسبت به این مسئله با آن صورت تغییر نکرده بود، ولو اینکه می‌دانستند که از طرف الله آیه نازل شده. محمد در شب عروسیش که مردم را دعوت کرده بود فهمید که باز هم پچ و پچی در کار است و مردم دارن به هم دیگه میگویند که این چه اللهی است، این چه پیامبری است، این چه داستانی است که او برای ما ردیف میکند. محمد که این دفعه حسابی عصبانی شده بود، از طرفی هم هول میزد که در واقع به حجله برود و با آن زینب خوشتراش ما هم بستر شود، مضحکترین آیه قرآن را از آستین خود در آورد. آیه 53 سوره احزاب که یکی از مضحکترین آیات قرآن است، این بار با آن مردم میگوید: ای کسانی که ایمان آورده اید، در خانه پیامبر بیش از اندازه معطل نشوید، غذایتان را بخورید و گورتان را گم کنید و تا دعوت بعدی مراجعه نکنید. خانه پیامبر که طویله نیست که کنگر بخورید و لنگر بیاندازید. بیش از این مزاحم نشوید که ماندن بیش از اندازه شما پیامبر خدا را آزار میدهد. آره، و محمد مردم را با این آیه متفرق کرد و زینب خانم را به حجله برد.